<applause> عرض ادب و احترام خدمت تک تک دوستان گرامی شبتون خیر و شادی عرض ادب خدمت تک تک دوستان گرامی دوستان صدا و تصویر من خوب هست اگه میشه بنویسیم برام سپاسگزار میشم درود بر عزیزان درود بر شما آقا رضای گرامی جناب زردی گرامی دنیل گرامی ارزت خدمت تک تک شما برخی از نام های کاربری سخت خوندنش ارزت <applause> هم آقا مجید گرامی پاینده باشید. آها سپاس کذارم ارادت بندم خب دوستان بحث رو میخوام شروع کنم امروز دو قسمت احتمال زیاد بشه گفته گمون یک موضوع در مورد قضای فرق دموکرات آذربایجان یا فرق دموکرات پیشوری مربوط به 1124 تا 1125 خورشیدی و یک موضوع هم در مورد بحث چند روز اخیر و صحبت هایی که رجب تایی بردوغان داشتن دوستان من شاید نتونم تک به تک پاسخ مطالبی که می نویسین رو بدم اینجا چون که مشغول گفتگو خواهم شد از الان دوستی پرسید که آذری هستیم بله من آذری هستم تبریزی هستم پاینده باشیم خب بحث رو شروع میکنیم دوستان ببینید در مورد موضوع فرق دموکرات آذربایجان که دیروز 21 آذر سال روز آزادسازی آذربایجان بود یعنی در 21 آذر 1325 ارتش ملی ایران با حمایت و پشتیبانی خود مردم آذربایجان بسات فرقه دموکرات را برچیدن و به اصطلاح خودمون به حضور تقریبا یک ساله این گماردگان شوروی در ایران پایان دادن و دوباره آذربایجان به مام میهن برگشت برای بررسی این موضوع باید از یک سوال مهم شروع بکنیم اون سوال اینه که آیا موضوع فرق دموکرات آذربایجان یک موضوع درونزا بوده یعنی داخل آذربایجان یه, همچ... یه همچین اندیشه فکری شک گرفته بود یا برونزا بوده یا بیرون از آزربایجان بیرون از ایران تصمیم گرفته شده و جهت اجرا به داخل ایران و آذربایجان آورده شده این نکته خیلی مهمه که باید توجه داشته باشیم من نمیدونم چرا دوستان اگه بدین یک لحظه فقط پوزش میخوام ازتون به هر روی این نکته خیلی مهمه یعنی باید به این توجه داشته باشیم که آیا این حرکت داخلی بوده درونزا بوده یک پشتوانه مردمی از داخل ایران یک اندیشه مردمی از داخل ایران داشته یا نه تصمیم بوده که خارج از ایران گرفته شده و جهت اجرا به داخل ایران منتقل شده با توجه به اسنادی که امروز از آرشیو شوروی به دست ما اومده ما میتونیم با قطیت زیادی بگیم که این حرکت خارج از ایران تر شده در مسکو تر راهی شده در باکو تر شده و به داخل ایران منتقل شده این نکته خیلی مهمه خب شاید خیلی از دوستان بپرسن که چرا پنهان بوده برای اینکه اسناد آرشیفای های شوروی حدود ده پونزده سالی که آزاد شده به این دلیل موضوع پیش از این برای ما پنهان بود البته پنهان از این زاویه که از بابت اسناد پنهان بود و منصوبین این فرقه به طور مثال دکتر نصرت الله جهان شاهلوی افشار معاون پیشوری به روشنی در کتابش پیش از این بیرون اومدن اسناد و اینا اشاره کرده بود به این موضوع ها به،, به وابستگی تمام و کمال فرقه به مسکو و باکو اشاره کرده بود اما از زاویه اسناد خود شوروی اهمیت کار بسیار بسیار بالاتر میره چون اینها اسناد داری هستن اسناد سازمانی هستن فعلا در سه قالب بیرون اومده اسناد وزارت خارجه اسناد وزارت داخلی و اسناد وزارت جنگ یا دفاع هنوز گفتگوهای درون دفتر مرکزی حزب کمونیست در این زمینه بیرون نیومده و این خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم اونها هم بخش مهمیه چون خب چرایی این که همچین تصمیم می گرفته اون حلقه رهبری همچین تصمیمی گرفته که یه بساتی رو در شمال ایران در شمال غرب ایران در آذربایجان ایران در کردستان ایران به پا بکنن خب دلایل و تحلیل های ارائه میشه اما به عنوان مثال گرفتن امتیاز برای نفت شمال فشار آوردن به دولت ایران و و و دلایل مختلفی اما تا این گفتگوهای درون حزبی و دفتر مرکزی هم بیرون نیاد از چرایی و نیت دقیق استالین و اون حلقه رهبری مطلع نخواهیم شد اما برایند و کارنامی اون تصمیمات به شکل دستور میرسید به وزارت خارجه جنگ و وزارت داخله و اونها هم اجرایی میشد که ما اینها رو بررسی خواهیم کرد اصلی ترین منبع در این زمینه کتاب جناب جمیل حسنلیه پژوهشگر معروف که ایشون با همه که انجام دادن بالاخره به آرشیو شوروی دسترسی پیدا کردن و این آرشیو رو بازگشایی کردن خوندن و در کتابشون بیرون دادن این کتاب متاسفانه به طور کامل در ایران چاپ نشده ترجمه نشده چاپ نشده کتاب به زبان روسیه اما خب بخشهایی از اون ترجمه شده چاپ شده در فکر کنم کتابی به اسم فراز و فروت های فرقه باید باشه که بخش از اون اسناد ارائه شده چون دوستان یه بحث دیگه ای رو میخوایم داشته باشیم امروز در مورد وقای اخیر چند روز اخیر من بلا فاصله میرم سر اصلی تری منبع و سندی که در مورد برونزا بودن فرقه در دستمونه و خیلی مهمه ببینین دوستان در جویه 1945 یعنی حدود پنج ماه دقت کنید دوستان حدود پنج ماه قبل از اینکه فرق دموکرات در 21 آذر 1324 رسما کار خودش رو در تبریز شروع کنه ببینین یک دستور فوق محرمانه از طرف دفتر مرکزی حزب کمونیست با امضای استالین صادر میشه و این فرمان حاوی نکات بسیار بسیار مهمیه که باید بهش توجه کنیم صورت فرمان رو شما ببینین فوقلاد سری به رفیق باغروف باغروف مسئول حزب کمونیست شوروی در باکو بوده دقت بکنین این عنوان اقدام به تشکیل یک حرکت تجزیه طلبانه در آذربایجان جنوبی و دیگر, است و دیگر استانهای ایرا شمالی ایران خب دوستان به این خیلی نق... به این خیلی دقت کنین از همون پنج ماه قبل از آغاز به کار فرق دموکرات ببینین چه عنوانی براش انتخاب شده The Separatist Movement این دقیقا ترجمه انگلیسی از روی متن روسیه و ترجمه پارسیش هم میشه جنبش و حرکت تجزیه طلبانه بحثای به مانند خودمختاری و اینها پوششی بوده برای این موضوع به این نکته خیلی دقت بکنین عنوان اینه اقدام به تشکیل یک حرکت تزیه طلبانه در آذربایجان جنوبی اینجا واژه جعلی آذربایجان جنوبی رو هم میبینیم که این هم از ساخت های ما یک آذربایجان داریم اونم استان شمال غربی ایرانه هرگز شمال عرس نام آذربایجان در طول تاریخ به خود نداشته که حالا بعدن استالین و نوچه هاش و باقی مونداش به اونو شمالی جنوبی هم بنامند فقط یه آذربایجان وجود داره اون آذربایجان ایرانه بعد خب بند یک در بند یک میگه که یک حکومت خودمختار در آذربایجان شکل بگیره با امکانات وسیع و در عین حال میگه که استانهای گیلا، مازندران، گرگان، خراسان، کردستان هم یک جنبش تجزیه طلبانه سازماندهی بشه. دقت کنیم پنج ماه قبل از تشکیل رسمی فرقستین. یعنی مو به مو داره توی مسکو تصمیم گرفته میشه که حرکت قرار چجوری باشه، کجاها باشه، کیفیتش چیه، اسمش چیه. بند دو در آذربایجان جنوبی فرقه دموکرات با نام فرقه حزب دموکرات آذربایجان این اسم تشکیلات رو همینا انتخاب کردن پنج ماه قبل شما به این دقت کنید پنج ماه قبل از به وجود آمدن فرقه دموکرات پیشوری در آذربایجان اسمش در مسکو انتخاب شده بنده دو رو دقت کنید در آذربایجان جنوبی فرقه دموکرات با نام فرقه یا حزب دموکرات آذربایجان با هدف رهبری جنبش تجزیه طلبانه ایجاد شود خب ایجاد فرق دموکرات آذربایجان جنوبی باید همزمان با تجدید سازماندهی شاخی آذربایجان حزب توده ایران باشد و طرفداران جنبش تجزیه طلبانه از تمام طبقات مردم به آن جلب کند به آن را جلب کند اینجا همون بحث تاریخی رو داریم که ارگان حزب توده در منطقه شمال غرب زیل فرق دموکرات آذربایجان ادغام میشه و بخشی از حرکت همون حرکت تجزیه طلبانه میشه شما به این واژه تجزیه طلبانه جنبش تجزیه طلبانه خیلی دقت کنید دوستان که بارهای بار در این متن فرمان هی hey, این با امضای استالین هی hey, این داره تکرار میشه بند سه فعالیت مناسب بین کردهای شمال ایران برای جلب آنها به یک جنبش جدایی طلبانه و ایجاد یک ولایت خودمختار ملی کورد انجام شود بعد شما این جزئیات رو ببینید که به چه چیزهایی پنج ماه قبل شاید اصلا اندیشهش خیلی قبلتر بوده این فرمان رسمیه مطمئنا استالین شب تاریخش رو ببینم شب شیشم جویه 1945 که نخوابید صبح پاشه بگی که آقا بفرماین بیاین یه تشکیلاتی راه بندازیم که پنج ماه بعد تو ایران این بسات راه بیفته خیر اینها یه اندیشه پشتش بوده سند رسمی مال پنج ماه قبله مطمئنا خیلی قبلتر داشتن به این موضوع فکر میکردن این خیلی مهمه بعد بند چهار چی میگه؟ میگه که در تبریه از آگرا برای حجم شوروی در تبریز را بدهید سرپرستی عمومی این گروه به عهده باغرف و یعقوبوف است شما به جزئیات فقط دقت کنین دوستان این فرمان 13 ماده ایه. شاید خیلی از عزیزان بگن خب این تاکیدت برای چیه برای اینه که ببینین با توهماتی به ماننده نمیدونم جنبش مردمی حرکت درونزا خود جوش اینها ما رو به قول میگن اصیل کردن آی حرکت اصیل خیر این حرکت برونزاست در خارج از ایران زاده شده طراحی شده و به داخل ایران کشیده شده و به داخل ایران صادر شده چرا متر فرمان در دستمونه سند و بنچاق این موضوع در دستمونه و به روشنی داریم اینو میبینیم فرمان استالین پنج ماه پیش از آغاز به کار فرق دموکرات ارز کنم در بخش پنج ب... ماده پنج سیزده ماده است. تون تونتون خواهم خوند یه بررسی خواهیم کرد و بعد بحث رو ادامه خواهیم داد در بخش پنج میگه که آها این نکته مهمه ببینین میگه که انتخابات مجلس پونزدهم شما فقط ببینیم به چه چیزهایی دقت کردن میگه تلاش کنین برای تاثیرگذاری روی انتخابات دور پونزده همه مجلس شورای ملی ایران برای چی؟ برای اینکه افرادی رو سر کار بیارین افرادی رو سر کار بیارین که مقدمات حرکت یا جنبش تجزیه طلبانی فرقه در آذربایجان رو پشتیبانی بکنن ببینین بعد اونجا به اونها سرفست میده در ماده پنج سرفست میده بهشون به اون افرادی که میخوام برای مجلس ثبت نام کنم مجلس 15 هم سرفست میده و میگه از روی این سرفست ها کارتون رو ادامه بدین سرفست ها چیه سرفست های تبلیغاتی یک تقسیم عراضی دولت و مالکان بزرگ بین دهکانان و وام های دراز مدت به دهکانان از بین بردن بیکاری ها شعارهایی که تصمیم گرفته شده از مسکو که داده بشه تا مردم رو جذب کنن به این حرکت بهبود خدمات اجتماعی تامین آب از طریق لوله کشی، بهبود بهداشت اجتماعی استفاده حداقل 50 درصد مالیات دولتی برای نیازهای محلی حقوق برابر برای اقلیت‌های ملی و ایلات افتتاح مدارس و نشر روزنامه و کتاب با زبان‌های آذربایجانی کردی ارمنی آشوری برگزاری جلسات دادگاه و مکاتبات رسمی در مؤسسه های محلی به زبان بومی ایجاد یک مدیریت استانی از جمله ژاندارمری و پلیس که متشکل از افراد بومی با باشد دوستان دقت کنین خیلی خیلی به این موضوع دقت کنین ببینیم به چه جزئیاتی پنج ماه قبل در مسکو توجه شده این خیلی مهمه خیلی باید به این موضوع توجه کنیم اینها البته بخش های شعاری و تبلیغاتی قضیه بود دیگه یعنی از مسکو دستور داده میشد که روی اینها تمرکز کنیم برای جذب گروه های مختلف بند شیش چی میگه خب میگه که میگه که گروه هایی را که با سلاح های ساخت کشورهای بیگانه مسلح شدند سرکوب کنید اینجا مشخصا همون سرکوب ارتش ملی جاندار ملی ماموران امنیتی ملی آذربایجان رو در دستور کار قرار میده هدف از این کاران است که مردم طرفدار شوروی و فعالین جنبش تجزیه طلبانه سازمان های دموکراتیک و حزبی بتوانند از خود دفاع کنند یه توجیهی هم میذاره جاندار ملی رو بکشین ارتش ملی رو بکشین نیروهای ملی رو بکشین مسئولین و پرسنل و دولتی ها و ارگان دولتی رو بکشین اینم بهانه که آورده براش که اون حکومتی که اونجا میخواد تشکیل بشه از خودش بتونه دفاع کنه بعد ماده هفت برای تقویت کارهای فرهنگی و تبلیغاتی یک انجمن روابط فرهنگی, ایرا... فرهنگی ایران و جمهوری سوسیالیستی باکو راه اندازی شود برای جلب توده های وسی ماده هشت برای جلب توده های وسیع به جنبش تذیل طلبانه ایجاد یک انجمن دوستانه آذربایجان شوروی در تبریز با شعبه شوب... هایی در تمام ایالات آذربایجان جنوبی و همچنین گیلان لازم شمرده می شود این عبارت آذربایجان جنوبی جعلی تا آخر هم خواهم گفت یا آذربایجان وجود داره اونم آذربایجان ایران سرزمین های بالای بالای رود هرگز نام آذربایجان در طول تاریخ به خود نداشه. این اصطلاح جنوبی شما هم جل استالین و گرده های استالینی که توی همین فرمان هم میبینیم بعد ماده نه کار چاپ یک مجله مصور دوستان دقت کنید به چه چیزهایی اینا دقت میکنن به, به،, 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 به تعداد مجله و نشریه هم اینا توجه کردن پنج ماه قبل از اینکه اصلا فرقه ای تشکیل بشه اصلا رهبری انتخاب بشه به این نکته اشاره خواهم کرد که خود پیشوری انتخاب شده است گزینه های دیگه ای بوده پادگان بوده شبستری بوده گزینه های رهبری ولی از بین اونها پیشوری یعنی پیشوری خود, خود بشه در اونجا ایران انداخته تو, تو مسکو و باکو تصمیمی گرفته شده که پیشوری رو هم به عنوان رهبر براش انتخاب کردن گزینه های دیگه هم بوده به این دقت کنین کار چاپ یک مجله مصور در باکو برای پخش در ایران باز تاکید کنم دوستان این فرمان استارین پنج ماه قبل از تشکیل فرقه شاید از زانی که تازه به ما می پیوندم فکر بپرسن که من چی دارم می کار چاپ یک مجله مصور در باکو برای پخش در ایران و همچنین سه روزنامه جدید در آذربایجان جنوبی جهلی آذربایجان یه دونه است به کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان سپرده شود یعنی تعداد روزنامه ها و نشریات رو هم پنج ماه قبل تعیین کردن خب بعد میاد میگه که حرکت جنب جنبش ملی بود خودجوش بود مردمی بود این جلیات و پرت رو از هم خود پیشوری و دار و دستش شنیدیم از هم طرفدارانش اینو بسیار میشنویم تعداد روزنامه و مجله شما رو هم اونجا انتخاب کرده بودن پنج ماه قبل این تاریخ ششم ژوئیه یا جولای 1945 پنج ماه قبل از آغاز به کار در 21 آذر 1324 خورشیدی دقت کنید ماده ده به اداره نشریات دولتی تحت, نظر... تحت نظارت کمیسیاری های آموزش و پرورش اتحاد شوروی سپرده شود که سه دستگاه چاپ کمیته مرکزی حزب کمونیست بلشویک بلشوی که آذربایجان برای تأمین نیازهای چاپی در اختیار فرق دموکرات آذربایجان جنوبی در تبریز قرار گیرد دستگاه ها مشخص میشه که سه دستگاه چاپ فرستاده بشه ماده 11 به کمیساری های خلق آید به تجارت خارجی خب سپرده شود برای چاپ مجله مصور در باکو و سه روزنامه جدید در آذربایجان جنوبی کاغذ مرغوب در اختیار بگذارد تیراژ کل این مطبوعات نباید کمتر از سی هزار نسخه باشد دقت کنید دوستان دقت کنید. نوع کاغذ هم پنج ماه قبل توی مسکو تعیین شده میگه کاغذ مرگوب و تعداد تیراش میگه که کمتر از سی هزار نباشه دقت کنید. بعد در ادامه ماده دوازده أوبه. آها این خیلی مهمه این خیلی مهمه به کمیساریای امور داخلی در جمهوری شوروی آذربایجان اجازه داده شود همون جمهوری شوروی باکو جلی آذربایجان اونجا هرگز آذربایجان نبوده اجازه داده شود که تحت نظارت رفیق باقروف به افرادی که دقت کنین دوستان به افرادی که در چارچوب اجرای این اقدامات به ایران میروند و از ایران برمیگردند اجازه نامه داده شود یعنی تمامیت ارزی کشک مرسا برداشته میشه هر کی خواست از باکو و شوروی کلش رو میندازه میاد داخل ایران که همین ها همین قفقازی هایی که از باکو و شوروی میومدن تو دوره پیشوری اصطلاحا میشدن همه کاره و مثل غلام و رعیت رفتار میکردن با مردم و داد مردم از اینها هم بلند شده بود در 21 آذر 1125 هم بسیاری از, این, از اینها توسط خود مردم در تبریز کشته شد همین قفقازی هایی که اومده بودن ببینید ماده دوازده چی میگه؟ میگه آقا راحت بذاری نشون کاری نداشته باشین مرز و نمیدونم تمامیت ارضی ایران و همه اینا کشکه ماده دوازده میگه میگه مرزا باز باشه هر کی خواست از بالا بیاد پایین هر کی خواست از پایین بره بالا این قفقازی ها رو داره میگه اینها اومدن حاکم شدن بر سرنوشت مردم در ارگان هایی که پیشوری را انداخته بود اینها جا گرفتن و قفقازی ها هم معروف هستن معروف هستن در قضیه فرقه قفقازی هایی که اومده بودن بسیار معروف هستن و ماده 13 آخر اینم خیلی نکته مهمیه بحث مالیه ببینید در کمیته مرکزی حزب کمونیست بولشویک بودجه مخصوصی عبارت از یک میلیون روبل روسی که قابل تبدیل به تومن بوده پنج ماه قبل خب برای این پروژه اختصاص داده شده یعنی یک میلیون روبل روسی که قابل تغییر قابل برگردوندن به تومن بوده برای این پروژه اختصاص داده شده که پنج ماه بعد شروع بشه بعد از این فرمان باغروف و یعقوبوف و بعد حتی باغروف و یعقوبوف دنبال یعقوبوف مشاور چیزم بود همزمان مشاور یاکوب میگفتن اونو یاکوبوف مشاور سفارت روسیه در تهران هم بود بعد شروع میکنم به دنبال رهبر گشتن بعد هی گوشمون رو تو این هفتاد سال هفتاد و خورده ای سال پر کردن که آقا حرکت خودجوش بود حرکت مردمی بود البته البته توی بحث وابستگی فرق دموکرات و شخص پیشوری و گماردگان فرق به شوروی که اصلا چک و شپهی وجود نداره وقتی جلسه سرام میگذاری وقتی که جلسه مثلا هیئت دولت میگذاری بالا سر عکس لنین عکس استالینه خب دیگه همه چی روشنه دیگه وقتی باقروف رو در باکو پدر مهربان خطاب میکنی آیه پیشوری وقتی نامه مینویسی به جونم براتون بگی که به استالین و میگی چشم امید مردم آذربایجان جعلی اونجا جنوبی به شوروی خب این وابستگی روشن بوده اما تو این ده 15 سال ما اسناد رو دیدیم که بسیار بسیار اسنادی که از آرشیو شوروی بیرون اومده داریم میبینیم که این عمق وابستگی به حدی که کار به اجازه آب خوردن و نخوردن هم رسیده بوده روزنامه تعدادش تعیین شده تیراژش تعیین شده بعد اسمش تعیین شده بعد از این فرمان که با امضای استالین ششم ژوئیه 1945 دفتر مرکزی حزب کمونیست با با امضای استالین بعد از این فرمان باغروف و یعقوبوف دنبال رهبر می‌گردن های بوده پادگان بوده شبستری بوده بعد پیری بوده با توجه به جمعی جهاد پیشوری انتخاب میشه به باکو دعوت میشه توجیه میشه و برمیگرده که اصطلاحاً این بسات رو شروع کنه در و فرمانی که به حزب توده داده میشه تا ارگان شمال غربشون رو ارکان حزب در شمال غرب رو زیر همین فرق دموکرات اقدام بکنن بعد یکی بکنن و کار فرق دموکرات شروع بشه این خیلی نکته مهمیه در ادامه بارهای بار سلاح گرفته میشه از شوروی لباس گرم گرفته میشه پول گرفته میشه نیمه اول بحث رادیو همین بحث خودمختاری اما در نیمه دوم بحث تجزیه کاملا آشکارا میبینیم در مقالاتشون سر مقالاتشون این رو میبینیم دوستان ببینین خیلی از دوستان در بحث های مختلف تاکید میکنن که خب پیشوری ایران دوست بود اصلا در این شکی نیست ببینین لغزش یک است لغزش خیانت یک است لغزش یک لحظه است خیلی قبلتر پیشوری تو مجله آژیر نوشته ببینیم بریم بخونیم یعنی مقالات ایران دوستانه داره در دفاع از حکومت ملی در دفاع از دولت مرکزی که بی‌نظیرن اسم پسرشو گذاشته داریوش خب اسم پسرشو گذاشته داریوش کی هشتاد سال پیش 90 سال پیش اسم پسرشو میذاشت داریوش به ندرت این رو میدیدیم ما پیشوری همچین شخصیتی بوده اما سودای قدرت بگم چی بگم نمیدونم اسمش این چون بحث روانشناختی و بحث آنالیز شخصیتیه باعث میشه که تو همون یک سال کار به جایی برسه که این وضعیت رو ببینی خیلی ها میگن تو ایران هم پشیمان بود این درست نیست پیشوری اگر پشیمانی هم آرز شده که با توجه به کتاب ما و بیگانگان جهان شاهلوی افشار معاون پیشوری میتونیم این رو ببینیم در ایران نبوده چرا نبوده توضیح خواهم میاد ببینین دوستان پیشوری 17 آذر 1325 یعنی 4 5 روز قبل از 21 آذر نامه میزنه به استالین توی نامه چی میگه دوستان کجای این پشیمونی کجاست به ما نشون بدید تو نامه چی میگه نامه مفصل وضعیت رو تشریح میکنه توضیح میده اما به این نکته دقت کنید در،, در بخشی از نامه چی میگه دوستان میگه که یا خطابش به استالینه یا اجازه بدین حکومت دولت ایران رو بر بیاندازیم حکومت جدید بپا کنیم که گندگویی پریشانگویی نه توانش رو داره نه به قولی میگن این امکاناتش رو داره یا دقت کنیم یا اجازه بدین راهمون رو از ایران جدا کنیم و حکومت ملی تشکیل بدیم این پشیمونیه این 17 آذر 1325 4 پنج روز قبل از 21 آذر و رسیدن ارتش ملی و پیچیدن نسخه فرقه توسط مردم خود مردم آذربایجان شما پشیمونی در این میبینید میگه آقا یا اجازه بده حکومت رو بر بیاندازیم خودمون حکومت جدید تشکیل بدیم یا اگه این صلاح نیست اجازه بدین که دولت که از ایران جدا بشیم و دولت ملی تشکیل بدیم خب ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم حالا توی شوروی رفته اون نقل گل معروف رو هم که هم جهان شاهلوی افشار بارهای بار بهش اشاره کرده هم تو مصاحبه هم تو کتابش من خودم از زبان خودشم شنیدم یعنی شخصا قبل از فوت دکتر جهان شاهلوی افشار معاون پیشوری و نخست وزیر فرقه من این رو از زبانشون شنیدم روز آخر بیست و یک آزر 1325 شب قرار بوده اینا از ایران خارج بشن پیشوری و پادگان و دکتر جهانشاهلوی افشار به سفارت شوروی به کنسولگری شوروی در تبریز فراخونده میشن پادگان گویا مریض بوده نمیاد پیشوری و دکتر جهانشاهلوی افشار میرن سر کنسول اصلا اینا رو نمیپذیره یه درجهداری یه سرهنگی افسر نظامی شوروی بوده اونجا اونجا به پیشوری میگه که دستور اومده که شما باید ایران رو تبریز رو ترک کنین گویا پیشوری براشفته میشه آقا ما کجا باید بریم نمیدونم نمیریم و از شما چیکاره به ما دستور میدی که طرف پا میشه در رو باز میکنه دقیقا همین جمله رو بهش میگه سن جترن سندی جت اونی که تو رو آورده به تو میگه برو سن جترن سندی جت اونی که تو رو آورده به تو میگه برو ببینی این جمله خیلی مهم و تاریخیه یعنی کل اون یک سال رو شما میتونی در این جمله ببینی این رو جهان جالوی افشار هم در کتابش آورده هم در مصاحبهش اشاره کرد خب میره نمیمونن بلا فاصله بعد از اینکه که پیشوری بساتش رو جمع میکنه از ایران میره وضعیت طوری که اصلا ارتش هنوز نرسیده ارتش ملی در اطراف زنجان درگیری های داشته پل تاریخی میانه رو که پل دختره یک پل تاریخی بسیار مهمه برای ایرانیان بسیار زیبا احتمالا ساخت اولش به دوره ساسانیا برمیگرده برای جلوگیری از حرکت ارتش ملی به فرماندهی تیمسار حسین هاشمی آذربایجانی تبریزی داماد باقرخان سالار ملی یعنی تیمسار حسین هاشمی فرمانده لشکر ازامی برای رهایی آذربایجان یعنی قبل از این کسان تیمسار هاشمی و لشکر, آزر... لشکر ملی به آذربایجان و تبریز برسن پیش ورد از ایران خارج شد بود و مردم خودشون افتاده بودن به جون همین بند دوازده گفتم قفگازی ها و منصوبین فرقه خب افتاده بودن به جون اونها یعنی این یه چیز تاریخیه اینو تو اسناد شوروی هم ما باز میبینیم در گزارش های سفارت شوروی هم ما اینو میبینیم برخورت های قهری که مردم داشتن تا قبل از ورود ارتش ملی به فرماندهی تیمسار حسین هاشمی داماد باغرخان و فرمانده نیروهای ارتش ملی دوستان من نمیخوام خیلی روی این موضوع تاکید کنم اما این سند خیلی مهم بود برای اینکه بدونین بله صد در صد محمود خان زرفقاری که اصلا سنگ تمام گذاشتن در برچیدن بسات فرقه یعنی قبل از اینکه اصلا ارتش ملی برسه محمود خان شروع کرده بود در زنجان با بازمونده های فرقه مبارزه رو و نسخه اونها رو پیچیده بودن در زنجان حالا چون مرکزیت تبریز بود رو اون تمرکز کردم که اصلا قبل از اینکه ارتش ملی برسه مردم نسخه اینها رو پیچیدن و پیشوری فرار کرد حالا بعدها میگن که توی باکو پشیمان بوده اعتراضایی داشته به برخورد شوروی با اون و اشتباهش و اعتراف هایی کرده به اشتباهات خودش اینو دکتر جهان شاهلوی افشار هم اشاره کرده با اون طرز مشکوک هم که مرد حالا میگن کشته شد اینو باید یه کار تحقیق جدی انجام داد دید که واقعا سرشو زیراب کردن یا واقعا اون تصادف ساختگی نبود و, و واقعا تصادف کرد مرد سرنوشت خانوادش هم که مشخصه اسم خانومش معصومه مصور رحمانی بود اگه درست یادم باشه که بارهای بار بعدا رفت آمد کرد اصطلاح هم بسنشین سفارت ایران در مسکو شد تا اینکه دوباره اجازه گرفت و برگشت به ایران و تا آخر عمرش هم در ایران بود و فوت کرد و یعنی بارهای بار شاکی شده بود از بودن در اونجا و تحمل نداشت و برگشت ایران پسرش به سفارت ایران پناهنده شد داریوش و اصلا مستشار شد اه 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 چیز رایزن اقتصادی شد امکانات خوبی بهش داده شد از سرنوشت دیگر اعضا بخوام بگم بعد خیلیاشون دیگه خیلی از این بزرگانشون رفتن توی باکو موندن سالهای سال در سیبری موندن تبعید شدن به سیبری به شهرهای مختلف دور افتاده روسیه بعد آواره شدن برخیاشون تونستن برگردن برخیاشون نتونستن و همونجا فوت کردن مردن کلا سرنوشت کسی که به وطن پشت کنه همینه پیش که خب سرنوشتش مشخصه سلام الله جاوید از ایران نرفت موندگار شد بعد دوباره مسئولیت گرفت تو کار چاپ کتاب و نشتم بود وزیر داخله بود بعد خود آموزهای ترکی چاپ میکرد کتاب های ترکی چاپ میکرد در دوره پهلوی دوم از دیگر محمد بیریا بود وزیر فرهنگشون بود اینم شو فرار کرده بود 20 30 سال تو آواره بود تو سیبری و این ور آواره بود تا اینکه بعد از انقلاب برگشت فکر کنم سالهای 62 63 اینا بود که بعد درگذشت بعد کاویانی بود وزیر جنگشون بود اینم به شوروی فرار کرد بعد اونجا که سیبری گرفتار سرما شد نمیدونم مرد زنده مون چقدر بعدش مرد از نمیشته خیلی اطلاع, اطلاع دقیقی ندارم صادق پادگان بود دبیر کمیته اجرایی بود این هم باز به شوروی فرار کرد بعد اه... باز سیبری و سرما و سرنوشت اینه دیگه ببینین پشت کردن به وطن سرنوشت همینه ببینین ست تا زیلشون رو حدود هزار هزار دیویس نفری از ایران فرار کردن چه اه اه چیزاشون بزرگاشون لیدرهاشون و چه اون دست پایین اعضای ساده بعد از دیگه نفرات جهان شاهلوی افشار رو که کردم این هم باز این این با سوادشون بود چون پزشکم بود خانزاده بود این فکر کنم آواره س... سیبری و اینا نشد مدتی شوروی بود بعد رفت آلمان همونجا هم فوت کرد بعد جونم براتون بگه دیگه موند همینا بودن از اصلی ها نفرات اصلی به هر روی ارز کنم خدمتتون که این یک وضعیت کلی از پرونده فرقه بود حالا برگردیم آقا به بحثایی که تو دو سه روز گذشته انجام شده و واکنش های زیادی هم من در مورد فرقه هم سوالی باشه در خدمتتون خواهم بود در کی پزشک بود خانم دکتر جهان شاهلوی افشار معاون پیشوری پزشک بودن ایشون فارغ تحصیل پزشکی از دانشگاه تهران بودن خانزاده بودن از بزرگان زنجان محسوب می شدن پدرانشون از بزرگان زنجان بودن که به آفت همین کمونیسم رو نمیدونم این بحث های آفتگونه اون مقطع دچار شده بودن بعد ارز کنم خدمتتون که طی دو سه روز گذشته رجب تایی بردغان سفری به باکو داشته برای حالا برگزاری مراسمی در اون اتفاقهای افتاد که اصلا یعنی آشکارا تجاوز به تمامیت ارزی ایران بود شما رژه گذاشتی بر خودتون بیخود خود میکنی اسم تبریز اونجا میاری اسم سبلان رو اونجا میاری اسم نمیدونم ارک رو اونجا میاری مثلا شما یه همچین اجازه ای نداری اسم شهرهای یه کشور دیگر رو تو رجتون بیاری بعد ادعا بکنین که اتفاقی نیفتاده میگن سوء برداشت شده از شعر اردوغان اردوغان هم میاد یه شعری میخونه که بله آراز رو جدا کردن ما رو به زور از هم جدا کردن اصلا شما چی ای که بیای در مورد آراز و جدا کردن بالا پایین ایران حرف بزنی شما سر پیازی ته پیازی خیلی روشن دارم میگم میگه که برای لاچین خونده بود مردک تو نمیدونی لاچین کجاست از مرز ایران و جمهوری باکوه بعد تو برای لاچین داشتی از می میگفتی شما نمیدونی عرص کجاست از خاک خودت شروع میشه نمیشناسی رو در رو حالا به این توجه کنید که توی باکو چی گفته میشه در مورد همین موضوع توی باکو اینجوری نیست که بله روس ها ما رو از ایران جدا کردن خیر گفتمان قالب در باکو یک جل, جل و دروغ بزرگ تاریخی دولتی این بوده مستقل به اسم آذربایجان که ایران و روسیه اون رو اشغال کردن و بین خودشون تقسیم کردن شما اگه این پیش زمینه رو ندونی متوجه نمیشی که رود درازی اردوغان زبان درازی اردوغان در چه راستاییه آیا تجاوزه یا نه بله در باکو براتون مثالی هم خواهم زد چون خیلی از دوستان باید مستند سخن گفت ببینین درس دو دقیقا از کتابم براتون چیز خواهم کرد این البته خیلی یعنی کل کتاب های درسی دولت باکو در زمینه تاریخ پر از این جعلیاته پر از این جعلیاته مثالی میزنم نادشا شاه ما بوده نادری که زاده کلاته توی خراسان شاه اونا بوده رفته یه جایی رم گرفته که اسمش هم نمیارن شما بگاهت رو ببینین دروغ و جر رو ببینین اسمشو نمیاره ها هیچ اشاره ای به اسم ایران نکرده یه نقشه گذاشته نقشه ایرانه ولی اسم ایران رو نیاورده نادر رو هم شاه خودشون دونسته که خوب که رفته حالا یه جایی ها یه هم گرفته همین وضعیت رو در مورد شاه عباس و شاه اسماعیل هم دارید یعنی سر تا سر واجه به واژه کتاب های درس تاریخ اینا جعل و دروغه الان این قسمت رو براتون میخونم و بعد ترجمه هم خواهم کرد این کتاب درس یازدهم مقطع یازده تاریخ جمهوری باکوه Diqqət bəkinin. Türcümənçay müqaviləsi nəticəsində Azərbaycan torpaqları Rusiya ilə Qacar, Qacarlar İranı tərəfindən zəbt olunaraq iki yerə bölündü. Dubara məxunum bratum. Diqqət kənin dostlar. Türcümənçay müqaviləsi nəticəsində Azərbaycan torpaqları Rusiya ilə Qacarlar İranı ایران طرف نه اینجا غلط چیز داره اصلا نگارشی هم داره یعنی درسته این ترکی رو چجوری اینا چیز کرده همین میشه دیگه هم سب پر واجه های روسی و به قول میگن یعنی جمله بندی هاشون هم نه درسته طرف نه زبط اول، اولونا را بلنده چی میگه میگه که بعد از قرارداد ترکمنچای خاک آذربایجان توسط روسیه و ایران اشغال شد و به دو قسمت تشکیل تقسیم شد شما عمق جل و این نمیدونم اسمی ندارم براش نمیخوام حالا مثلا خیلی هیجان زده یا واجهی به کار ببرم که بار بی احترامی داشته باشه اما این دیگه رد کردن اینا دیگه واقعا از از نظر مغزی نویسندگان این کتاب ها توهی شده آقا شما تا قبل از 1918 میلادی دو تا نقشه تاریخی نمیتونی به من نشون بدی که بالای رو در از نامش آذربایجان بوده بعد از دولت خیالی مستقل حرف میزنی آذربایجان همیشه تاریخ بخشی از ایران بوده کی بوده این دولت مستقل تاریخ نادرشاه رو میگی نادرشاه سکهش دم دستمونه سکه برزر کرد به نام سلطنت خسروی گیتی ستا نادر ایران زمین خیلی نکنین این کار رو نکنین این کارا رو مهر سلطنتی نادرشاه رو شما ها نخوندین نگین دین و دولت چون رفته بود از جا به نام نادر ایران قرار داد خدا نگین دین و دولت چون رفته بود از جا به نام نادر ایران قرار داد خدا شما دیوانه این شما مغزتون رو از دست دادین همین میشه دیگه نتیجه همین میشه سی سال سی سال خیلی از دوستان شب بگن آقا این ادبیات درست نیست من به عنوان یه تاریخ پژوه به غیر این هیچی نمیتونم بگم هیچی نمیتونم بگم هر هم ناراحته برای خودش ناراحته چون جل یه حجمی داره یه چیزی داره یه چارچوبی داره که شما اون جل رو انجام میدی حالا مثلا آدم میپذیره دیگه میگه حالا جلیه شده یعنی حجمش اصلا غیر قابل باوره شاه ما بوده که رفته بله مثلا یه جایرم گرفته دیوانه شدین شما بنچاق بخوای سند بخواید نیم صد صد سند برای این نمیتونین شما ارائه بدید نمیتونین نمیتونن هیچ کدومشون نمیتونن برای این ادعا نیم بند سند تاریخی ارائه بدن در مورد شاه هم همین روند رو دارن صفویان در مورد قاجاریان هم همین روند رو دارن حالا کاری با خوب و بدش ندارم این طرز نگاه رو میگن بعد میگن تو چرا اینجوری میگی از کجا میگی برای اینکه سی ساله یک دانشمند سطح اول جهانی در حوزه زبانشناسی تاریخ و باستان شناسی از اون مملکت بیرون نیومده اگه بتونم اسمشو مملکت بذارم نیومده آقا دو تا دانشمند داشتن که اصلا مال خودشون هم نبود مال دوره شوروی بود ولی زاده اون خاک بودن مثلا 50 60 سال پیش 70 80 سال پیش مشهد خانم نعمتوا اقرار علیف تموم شد رفت اینا تحصیل کرده های تو این سی سال شما یک دانشمند سطح اول جهانی نتونستی ارائه بدی چرا چون اینا رو تو مغز بچه هاتون میکنی. این جلیات رو این مزخرفات رو این نادرستی ها رو تو مغز بچه هاتون ناپاکیه دیگه اینها چی آخه اینها چیه میگید شاه بله شا. آه زاده آزاده کلات اصلا به شما ربطی نداره بعد همه جا هم خودشو ایرانی دونسته خودشو سرباز ایران دونسته نه اصلا خودش رو حتی یک واژه شما نادر خودش رو نه نادر فارس دونسته نه نادر کرد دونسته نه نادر ترک دونسته نادر ایران زمین نادر ایران زمین به همچنین در مورد صفویان هم به همچنین زبان درازی در مورد کوروش آخه تو در جایگاهی نیستی که بیای بگی کوروش خونخوار بوده و بعد میگه ما کشتیمش <تصفح> من خیلی سعی میکنم که اون هیجان کار رو بیارم رو اعصابم مسلط باشم ولی واقعا نمیشه آخه بابا آخه از کوروش مرگ کورش کجا شمال عرس کجا این پرت و پلاها چیه میگین شماها بعد این دی دیوانه این شماها اصلا مغز تو مغز مثلا میسونیم دارین چی میگی میگه که کوروش در, در خاک شمال عرز کشته شده منبعشون چیه همون تاریخ هرودوت دیگه حالا بماند که هرودوت میگه آقا ما نمیدونیم کوروش به چه کیفیتی مرده دقیق یه داستانی شنیده در مورد ماساگیت ها ماسا ها رو هم باز هرودوت خودش میگه شرق, شرق دریای کاسپیانه شرق دریای کاسپیانه هیدر علیف الهام علیف نوچه هاشون شرق دریای کاسپیانه اگه به هرودوت داری مراجعه میکنی هرودوت میگه ما نمیدونیم کورش چجوری مرده دقیق نمیدونیم خب و توی بحث توضیح موقعیت ماساگت ها میگه شرق اونجا یه نام یه رود آراکس هم میره از این دارن سوه برداشت میکنن اما دقت نمیکنن که هرودوت روشن میگه که ماساگت ها در شرق دریای کاسپیان مازندران بودن یکی دوتا نیستم من من دیگه کار به جایی رسیدی که از مقطع پنجم تا یازدهم بررسی کردم کتاب ها رو کار به جایی رسید که دنبال یه واژه یه جمله درست از چیز میگردم اونم در حد مثلا تاریخ تولد و مرگ یعنی مثلا یه شخصیت رو میخواد معرفی کنه در مورد تاریخ تولد و مرگش من دنباله در این حد اطلاعات فقط صحیحه بقیه جلیات بقیه دروغه بعد, بعد وقتی میگیم که باید اعتراض کنن نقشه میکشه روی کتاب آذربایجان ایران رو اشغال کرده پرچمش هم زده روش بعد این تجاوز آشکار هر کجای دنیا باشه این تجاوز آشکاره ترکیه سریال ساخته به اسم پایتخت عبدالحمید یه سلطان سی و چهارم عثمانیه یه جمله غلط هم گذاشتن تو دهن عبدالحمید تو سریال میگه داره پخش میشه ها تو چیز تو تایم استراحت دو تا بین دوتا فصله یعنی تموم هم نشده میگه که آقا تبریز و نمیدونم ارومیه و سلماس شهر ماست بعد ایران نده هم ما باید یه روز با زور یه روزی با زور رو اون شهرها رو بگیریم بعد میگیم میگن آقا چرا الکی بزرگ میکنین خطر چیز رو خطر گریه اردوغان رو آخه ببینین شما تو شبکه یک تلویزیون ایران سریال پخش بشه نادرشاه بیاد مثلا سریالی از نادرشاه نادرشاه بیاد بگه که قارس و نمیدونم دیاربک رو وان شهرهای تاریخی ماست که هست که هست نادرشاه میتونه اینو بگه خب ولی نوچه عثمانی نمیتونه در مورد تبیزت دایی داشته باشه خب بعد نادشاه در ادامه تو همون سریال از شبکه ملی ها چون اینی که دارم میگم این سریال ماله نمیدونم یه شبکه خصوصی اینا نیست از ترته داره پخش میشه تلویزیون ملی ترکیه داره پخش میشه بعد نادشاه اونجا بیاد بگه که ترکیه نده هم ما باید به زور بریم بگیریم چی کار میکنن دنیا رو به آشوب میکشن صفی فرا میخونن همه جا رو بلوا میکنن بعد وقتی ما اعتراض میکنیم آقا اینجوری باید با چنگ و دندون باید این مرزها رو نگه داشت مگه نمیبینیم مثل گل یکی میده اونجا رژه تو به تو چه اصلا سبلان به تو چه ربطی داره مردک فرق نمیکنه هر دوتاشون میگن شما اصلا در جایگاهی نیستی اسم شهرهای ایران رو بیارید اون خواننده عروسیش پا میشه میاد نمیدونم میده اون چهار تا جایی که آزاد شده تو ماشین میگه بعد ایروان رو میگیریم بعد تبریزم شما غلط میکنین نحوه برخورد اینجوریه تمامیت ارزی شوخی نداره ما با هیچ کسی شوخی نداریم من پژوهشگرم تو دانشگاه پژوهش کردم هر کی چشم بد به وطن داشته باشه به خاکش داشته باشه نحوه برخورد اینجوریه تموم شد رفت تموم شد رفت من خاک پای ملت ایرانم ادب و کمال و احترامم هم. تو خونه یاد گرفتم هم میدونم چه جوری حرف بزنم هم میدونم ولی با اینها باید به این شکل برخورد کرد دو نفری جمع شدن اونجا رژه تشکیل دادن بعد اسم شهرای ایران اصلا به شما ربطی نداره اسم شهرای ایران رو میاری به شما ربطی نداره اسم سبلان رو میاری کوه سبلان رو میاری به تو ربطی نداره که بیای از آراز بگی از جدایی زورکی بگی یعنی اردوغان نمیدونه آراز رود آرز کجاست نمیدونه میدونه از خاک اونجا شروع شده بعد میاد میگه که در مورد لاچین بود لاچین کجا ارس کجا پرتو پلا چرا میگی اومدم مال کشی دیگه خیلی عزم می‌خوام این به کار بردم الان دو روز شروع کردن که آقا هدف چیز نبود هدف نمیدونم ربطی به تمامیت ارضی ایران نداشت نمیدونم هدف یه چیز دیگه بود این همه شعر وجود داره در مورد خود قره تو چرا میای از آراز میگی از جدای زورکی میگی چرا چون تو گوشت خوندن اینا رو میدونین شما ها. این جلیات که خوندن براتون تو کمنتای مقابل هست نتیجه آذربایجان توپراخلار روسیه ایله ایران طرف ننزب دولون اولونا را ایکی یه میدونی اینا رو تو گوش شما خوندن اونجا بعد از قرارداد ترکمنچای های خاک آذربایجان به دست روسیه و ایران اشغال شد و به دو قسمت تقسیم شد. اینه. ببین این می یکی میگه وحید آراز گفت معلومه که وحید آراز میگه چون تو ترکیه آذربایجانی ما آراز میگیم میگه مثلا خیلی کشف بزرگی کردی <تصفح> ولی وقتی به زبان ملی میگی اون عرسه <تصفح> تلفظ منطقه یه چیز چه ذوقی کرده <تصفح> به هر روی دوستان <تصفح> <تصفح> اینم تأکید کنم واقعا واکنش واقع عالی بود دم تک تکتون تک گم دست تک رو میبوسم هر مشکلی داشته باشیم ما از اسب شاید افتاده باشیم از اصل هرگز نیفتادیم پشت همیم تا آخرین دقیقه ببینی یک وجب از خاک ایران بره نمیشه برگردوند از ایران باید دفاع کرد به ننگ و به نام به ننگ و به نام این حالا تو حوزه سیاسته شما یک سیاست مدار نده. نمیتونی تو این دنیا معرفی آقا نمیتونی که یه روده راست تو شیکمش باشه کار سیاست مدار همینه دیگه سیاسی دیگه یعنی این از معنای بدش نیست دا. منافع و وطن اینجوری تعمیم میشه باید بلد باشی بعد سیاست ببرزی لازم شد دروغ بگی لازم شد یعنی اینا خیلی مهمه این شوخی نیست نمیدونم آقا سیاست مدار صادق اینا همه بلوفه اینا همه حرف مفته اصلا چیزی به نام سیاست مدار صادق وجود نداره سیاست نمیتونه صادق باشه از ایران باید دفاع کرد به ننگ و به نا یک وجب از این خاک بره هزار سالم میلیون میلیون دلارم خرج کنیم یه وجبش بر نمیگرد حالا بیا هی hey, میلیارد میلیارد خرج کن مثلا میتونی بحر اینو برگردونی مثال میگم نمیتونی یعنی باید اینجوریه سر ت... تمامیت ارزی ما با هیچ کسی با هیچ احدی هیچ شوخی نداری این رو باید همشون آویزه گوششون بکنن اردغان میخواد باشه فرق نمیکنه هر کدومشون میخواد باشه حالا علیف که تو اون جایگاه نیست علیف یعنی اصلا چیز نیست اتفاقا اون روزم گفتم جوانایی دارن جمع بشن برن کناره از توف بکنن با کور آب برده یعنی اون اصلا در جایگاه چیز نیست اون شوخیه بیشتر شبیه زنگ تفریح شوخیه اما در مورد اردوغان و زیاد خواهی های ترکیه میگم اینها یکی دوتا نیست اینها اتفاق نیستن این همه شعر در سی سال خب بالاخره شهرهای مختلف غرباخ جدا بوده دیگه این هم هم شعر در مورد در مورد جدایی و حسرت و این حرفا گفته شده چی میشه شما میای یعنی بعد میگه که اونجا عرسو گفتم منظورم این نبود نمیدونم اون به لاچین بود داخل لاچین کجا عرس کجا شما نمیدونی عرس کجاست اینو تکرار کردم چون مالک میکشن میان که چیز کنن بعد همین میشه دیگه نتیجه بعد امروز هم که ابراهیم کاراکول اینم سردبیر یعنی شفق این نزدیکترین بونگاه دروغ پراکنی به اردوغان. هر حرفی رو که نتونه بزنه اردوغان به شکل رسمی میده این چیز میکنه توی خبرگزارش میزنه یعنی شفق رسما تهدید کرده ملت ایران رو میگه که در اعتراض به این قضایه اخیر میگه که بذارین دقیق براتون بخونم میگه که ملت ایران رو تهدید به حضور سلیم و سلطان مراد چهارمی دیگر در خاک ایران رو تبریز کرده اشاره میکنه به کشتارهای همین این چیزا ببینن دیگه این چی بگم پانتورکا بگم این هایی که اه... سودا و آرزو و چیز ترکیه رو تو سرشون میپرورن ببینن ببین اینجوری استفاده میکنن این نگاهش به تبریز اینه این ابراهیم کاراکو... کاراکوله خب کاراکوله این سردبیر ینی نزدیکترین Paqay xəbəri Beərdogan, yəni Arduğan hər şeyi ki rəsmi natuna bəgə, in cüri bə zəbun miyala. Az tarixin. Bəbinin çi gufte? Bəbinin. Miyə ki sən Safavi dərsən, bir yavuz gəlir. Sən Safavi dərsən, bir yavuz gəlir, Tebrizə girən bir 4-cü Murad gəlir. Tebrizə girən bir 4-cü Murad gəlir. آخه آدم نمیدونه چی بگه نمیدونه چی بگه رسما داره ملت ایران رو تهدید میکنه خب میگه سلطان سلیم می... سلطان سلیم دیگری میاد سلطان مراد چهارم دیگری میاد همون که وارد تبریز شد مردم تبریز رو قتل عام کرد تبریز رو به آتش کشید ببینین نگاه اینها به تبریز اینجوریه به شکل قنیمت به شکل قربونی گوشت قربونی اینجوری نگاه میکنن البته اینها از خودشون بیخود شدن پدران ما اینجوری نبودن همین پانتورکا و این اوباشی که سنگ ترکیه رو به سینه میزنن پدر... پدران ما تو تبریز میدونی چی سروده شاه تهماس به استفاده کرده از این شعر رومی آمد بر در تبریز و بر خود رید و, رفت... ریده ریده از در تبریز واگردید و رفت اینو تبریزی سروده رومی آمد بر در تبریز و بر خود رید و رفت ریده, ریده از در تبریز واگردید و رفت تهماس به سلیمان میگه میگه مردم تبریز چنان بلای سرت آوردن که به حال سگان هر دو منزل یکی کردی یه خود را به وان رساندی گندشون سلیم بود پنج روز نتونست توی تبریز بمونه پنج روز چالدران شکست خورده بودیم شاه اسماعیل زخمی شده بود اومده بود معلوم نبود رفته بود سمت قزوین اینا پنج روز نتونستن توی تبریز بمونن تبریزی همچین جایی برای ایران بعد وقتی میبینی آدم خونش به جوش میاد که از همون شهر یه سری سینزن برای ترکیه پیدا شد با این قاتلین اجداد ما هستن یکی دوبارم نه عثمان پاشا دستور میده تو سه روز ده هزار نفر رو تو تبریز میکش چون اصلا تبریز با اینا سر سازگاری نداشتن آقا ما یه چیز دیگه ایم ما فرهنگمون هویتمون ما نوروز داریم ما چهارشنبه سوری داریم از نظر مذهبی شیعه باشه نمیدونم از نظر توی اردبیل مثلا تو روز آشورا پنجاه هزار نفر حسین حسین میگن اردوغان مگه اجازه میده که شما توی گوشه از مثلا چیزش بیای مثلا پنجاه هزار نفر جمع بشه از اول فضل بگه از حسین بگه نمیذاره ما هیچ چیزمون با اینه یکی نبود اینها شروع کردن یه چهار تا برج دیدن توی با استانبول و اینا جوگیر شدن ترک ترک, ترک 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 آقا ترک تو دشت گپچاغه تو آذربایجان نیست زبان هویت و تبار تعریف نمیکنه برای بار 50000 500000 با فرمول شما پس آنگولایی هایی که به پرتغالی حرف میزنم حتما چیزن دیگه پرتغالی هستن اینجوریه بعد یه سری سینه سینه آدم پیدا شده که زیر بیرق اینا شروع کردن به سینه زدن اصلا من متوجه نمی‌شم یه همچین آدم ها اینها هر موقع پاشون به تبریز رسیده جز کشتار و قتلام حالا احمد سوم باشه مراد چهارم باشه سلیمان باشه سلیم باشه بدون استثنا از 1500 تا اوایل گاجاری این رفتارها این زشتی ها ادامه داشت حتی در اون دوره جنگ جهانی اول که اینها به جل و دروغ برا ما هم نمیدونم منجی درست میکنن جیلو کی بود من میپرسم دوستان جیلوها کیا بودن جیلوها اتباع عثمانی بودن تو خاک ما چیکار میکردن یکیشون جواب نمیده اینها آشوری تب آشوری مثلا و از خاک عثمانی وارد ایران شده بودن نان خوردن نان نمک خوردن نمکدان شکستن عثمانی بعد مرزاشو درست چفت و بس میزد که این اتباعش نهاد از استان حکاری اومدن رهبر نظامی آقا پتروس رهبر سیاسی یا مس... رهبر سیاسیشون مارشیمون بنیامین مذهبیشون رهبر نظامیشون آقا پتروس جفتشون هم زاده استان حکاری ترکیه امروزی بودن آقا پتروس دیپلمات وزارت خارجه ترکیه بود عثمانی بود شوخی میکنیم با ما شما مگه ایران اعلام بیطرفی نکرده بود گواهی روس و گواهی عثمانی تو خاک ایران چیکار میکردن این اواخر جنگ ج... بس جنگ جهانی اوله به هر روی دوستان زیاده گویی شد اینها رو فقط خواستم یه, یه زرم پراکنده گویی شد خیلی عضو میخوام اما اینها نکات خیلی خیلی مهمی بودن که باید بهش اشاره میشد واقعا یه بحثی هم در مورد تغییر زبان آقا میگه نمیشه چی نمیشه استانبول 1453 اشغال شد 560 و, و قرده سال خب تا قبل از اون زبان ترکی کجای استانبول بود فعلا با یه شهر دارم شروع میکنم کجای استانبول بود بومی استانبول پود شدن رفتن هوا اون مخته استانبول یکی از بزرگترین شهرهای دنیاست پای تخت روم شرقی بیزانسه بومی ش... پود شدن رفتن هوا این بازماند ها بومی دیگه از جاهای دیگه هم اضافه شده جمعیت هم اضافه شده میگه زبان نمیتونه عوض بشه خب چی, چی شده 500 سال چه اتفاق افتاده که استانبول اینجوری شده نمیتونین توضیح بدید خود ترکیه امروزی خود ترکیه امروزی تا 900 سال پیش زبان یعنی تا قبل از جنگ ملازگرد و حضور سلجوقیا اصلا چیزی به نام زبان ترکی در آناتولی مرکزی وجود نداشت در آناتولی وجود نداشت بعد میگی نمیشه عوض بشه شده ترک 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 ترک, ترک. آذربایجانی 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 آذربایجان با همین نام 2300 سال قدمت داره 2300 سال فقط با همین نام تاریخ آذربایجان کهن‌تر از زیل ایران اما با همین نام آذربایجان 2300 سال قدمت داره بعد این آذربایجان نمیتونه به من هویت بده باید برم از شمال چین برای خودم هویت پیدا کنم واژه ترک اولین بار تو منابع چینی به کار رفته برای اقوام کوچرو و بیابانگرد شمال چین که حالا تو دشت اورخون بودن بعد تو دشت گابچاق بودن بعد اومدن این طرفتر. و, و بعد بعد من نمیتونم هویت آذربایجانی خودم رو داشته باشم و باید برم از شمال چین برای خودم هویت بیارم اسم مکانه خب ترک چیه ترک اصلا معنیش هم نمیدونی بزرگوار شما معنی ترک رو نمیدونی نه شما نمیدونی هیچ کس نمیدونه یه سری تحلیل های داده شده در مورد اینکه معنیش چیه اما هیچ زبانشناسی تا حالا وحدت رویه در مورد مفهوم واژه ترک وجود نداره فارس چیه مثال میگم کی میتونه بگه اسم مثلا اول مکان بوده مثلا یه جای بوده که اسمش فارس اون اسمو داده به گومی یا برعکس اسم اینجوری چه ژاپنی چیه آلمانی چیه میگه اسم مکانه نمیشه یعنی یه موقعیت هویتی تا تاریخ باری 2300 ساله نمیتونه به من هویت بده من نمیتونم آذربایجانی باشم خب و باید برم از شمال چین برای خودم دنبال هویت بگردن واقعا خودتون خندهتون نمیگیره از این وضعیت از این موضوع آذربایجان جایی که حساب گاو و گوسفندش تو مثلا تو کتاب مختلف تاریخ اومده آذربایجان یه کوهی پشت یه جایی پشت کوه توی آفریقا که نیست که از 2300 سال پیش آذربایجان نام بعد جالبه من میشم ضد آذربایجان چرا چون از آذربایجان میگم از آذربایجان دفاع میکنم نمیرم از شمال چین هویت بیارم زبان یه معلفی ارتباطیه رگ گردنم بیرون نمیزد یه معلفی ارتباطی در طول تاریخ شما عوض کردی شما اصلا دوستان اصلا این زبانی که توی آذربایجان صحبت میشه کاملا اختصاصی خود آذربایجان حالا این بحث خیلی به هاشی کشیده شد ولی مهم اینم بگم یعنی اختصاصی آذربایجانه برای همین اسمش روشه دیگه اختصاصی آذربایجانه این زبان شما این زبان رو در قرقیزستان حرف بزنی هیچکس کس شما رو نمیفهمه در ازبکستان حرف بزنی کسی شما رو نمیفهمه در اینها خاصگاه های ترکاستی که در دشت گوبی حرف بزنی در کوه های آلتای حرف بزنی در دشت ارخون مغولستان حرف بزنی کسی شما رو نمیفهمه چون اختصاصی اینجاست ادبیاتش هم اختصاصی اینجاست شما فکر و اندیشت هم ایرانیه تمام ترجمه کردی قبلا به زبان پهلوی آذری مثلا می گفتی زرب ها رو مثلا می گفتی زبونمه به زبان خودت. بعد همون ترجمه کردی دیلی منو من خیلی اینا رو گفتم ولی مهمه دیلی منو شما داری ترجمه میکنی از اون اصالت خودت از اون زبان هستی خودت ترجمه کردی به زبانی کلان داری دیلی منو شما تو ازبکستان میگی دیلی من اوزوندا یعنی که زبونم میگن نو تو در بیار ببینیم چی که زبونت هم. اصلا نمیفهمن که منظورت چیه سو باشم نانجشته آب از سرم گذشت تمام داری ترجمه میکنی چون هویت و اندیشه تو کاملا ایرانیه اون مفاهیم رو داری ترجمه میکنی اون مفاهیم رو دونه بدون شما داری ترجمه میکنی ارادتمندم دوستان اگر در دو دو بحثی که مطرح کردم خیلی طولانی شد یا خدا چقدر شد یک و نیم ساعت هست که در خدمتتون هستم درسته آره فکر کنم یک و نیم ساعتی هست که در خدمتتون هستم گرم سخن شدم بعد شما عزیزان هم نه یک ساعتی که در خدمتتون هستم فقط چرا 16 ثانیه دوستان من میخواستم پرسش و پاسخ هم داشته باشیم قبلا همینجوری طولانی میشد خودش ولی انگار باز یک ساعت محدود شده خیلی زنده باشیم برقرار باشیم همین لایو رو سیو خواهم کرد تاج سرین خیلی ممنون